سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به کانال من. من امروز با آموزش چیکن استروگانوف در خدمتتون هستم. خیلی خوشمزه، لذیذ. اگه درست کنین حتما عاشقش میشید، مخصوصا اونایی که بچه دارن. فکر کنم بچه‌هاشون خیلی دوست داشته باشن. خب برای درست کردن چیکن استروگانوف ما به سیب زمین نیاز داریم که اونا رو من شستم، پوست گرفتم. و اگه رنده دارین میتونین از یه رنده هایی که سیب زمینی رو خیلی ریز براتون خرد میکنن استفاده کنین که برای مخصوص این کاره، ولی خب من نداشتم. با دستم خیلی با یه چاقو یه نازک از سیب زمین رو جدا کردم و به این صورت خلالی کردم. هرچی که سیب زمینیتون نازکتر برش بخوره خیلی کریسپی تر و خوشمزه تر و خوشگل تر میشه. بعد که سیب زمینی ها رو خرد کردیم، داخل یه ظرف که آب یخ و یخ ریختیم رو سیب زمینی ها رو میذاریم داخلش تا نشاسته اضافیش بره. اینو میذاریم یه گوشه، میریم سراغ مرغ. من سینه مرغ استفاده کردم، به این صورت که میبینید برش های خیلی خیلی نازکی دادم که برای پخت آماده بشه. بهش یه قاشق غذاخوری سس خردل اضافه میکنید برای طعم دادن به مرغتون، کمی پودر سیر و فلفل سیاه و کمی هم نمک. این رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم تا سس خردل به همه جای مرغمون برسه. میتونین بذارین استراحت کنه چند دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه، میتونین هم بلا فاصله سرخ کنین. خب به یه دونه پیاز خیلی درشت نیاز داریم که به این صورت خلالی خرد کنیم و قارچ که من قارچ هم خرد کردم. خب بریم سراغ درست کردنش. یه تیکه کره میریزیم داخل مایتابه و بعد مرغ هامون رو داخلش میریزیم تا تفت بخورن با شعله بالا و سرخ بشه. ببینید شعله کاملا بالاه. سینه ما فیله مرغ هم خیلی سریع پخته میشه، نیاز نیست مدت زمان زیادی بگذره. به این صورت که پخته شد میذاریم کنار و داخل یه مایتابه کره میریزیم مجددن و پیاز ها رو بهش اضافه میکنیم. پیاز رو خوب تفت میدیم و وقتی که تفت داده شد، کمی سبک شد، بهش قارچ رو هم اضافه میکنیم. قارچ رو هم میاییم با پیاز ها تفت میدیم و وقتی که قارچ و پیازمون خوب پخته شد، بهش تقریبا یه قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم. آرد برای کمی لعاب گرفتن این سس قارچ و پیازمون هست. ببینید اینجا من که هستم خامه سفت مثل ایران نیست، خامه ها به این صورت مایع هستن. نصف پیمونه من خامه ریختم، ولی کسایی که ایران هستن نصف پیمونه شیر استفاده کنن و سه قاشق غذاخوری از خامه، همین خامه های پگاه که استفاده میکنیم و تفت میدیم خامه رو با قارچ و موادمون و بعد سینه مرغ هم بهش اضافه میکنیم و شعله رو کم میکنیم تا اینا با هم دیگه خوب غلیظ بشن و بپزن. پس یادتون نره اگه ایران بودید حتما از نصف پیمونه شیر و سه قاشق غذاخوری خامه استفاده کنید. اینجا هم که خب نصف پیمونه از همین خامه های همزده که به این صورت مایع هست میتونید استفاده کنید. اونو میذاریم مخلوط قارچ و خامه که خیلی با شعله کم آروم آروم بپزه و غلظت بگیره. بعد میایم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی رو آبکش میکنیم، داخل یه پارچه میذاریم و خشکش میکنیم و بعد داخل روغن که سیب زمینی ها شناور بشن حتما میریزیم و وقتی که روغن کاملا داغ شد سیب زمینی ها رو اضافه میکنیم تا سرخ بشن. اگه شناور نشه اون سیب زمین حالت کریسپی به این صورت پیدا نمیکنه و حالت نمیگیره. خب سیب زمینی هم که پخته شد، سسمون هم که آماده شد و در واقع چیکن استروگانوف ما آماده است، خیلی خوشمزه. داخل یه ظرف سرو میکنیم. وسطش رو من میام، وسط ظرف رو
از مخلوط قارچ و سینه مرغ و خامن میذارم و کنارش رو هم سیب زمینی. هرچی سیب زمینی چون ریزتر خیلی خوشگلتر شکیلتر. و به این صورت چیکن استروگانوف ما آماده است. حتما درست کنین، خیلی خوشمزه است، مطمئنم خیلی دوست خواهید داشت. ضمن اینکه کالری خیلی خیلی بالایی داره، مواظب باشین دیگه چاق نشین. امیدوارم که دوست داشته باشین و خدا نگهدار.